سلام به برنامه پانوراما با من آناهیتا خلطبری خیلی خوش آمدید همونطور که میدونید پانوراما نگاهی داره گسترده و وسیع به خبرهای مختلف جهان از جمله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری از نوع بعضی وقت جنایی با ما باشید در برنامه امروز پانوراما خب نگاه میکنیم به اولین خبر روز میدونید که الکشن 2024 داره خیلی خیلی نزدیکتر میشه و به روز رای گیری میرسیم و همچنان تب انتخابات داغتره یکی از ترین اتهامات به سوی آقای دونالد ترامپ در رابطه با یک خانومی هست که اومده یهویی یه گفته که ایشون دست رازی کرده بوده یعنی آقای ترامپ دست رازی کرده به این خانومی که قبلا سویم سود مدل بوده گفته که مخصوصا این در دهه 90 اتفاق افتاد داده و میگه که آقای ترامپ داشته سعی میکرده در اصل خودنمایی بکنه جلوی آقای جفری اپستین معروف بله این خانم در اولین اینترویو تلویزیونیش اومده در رابطه با این اتهاماتش به سی گفته روز پنجشنبه شنبه خانم استیسی ویلیامز اسمشون هم داریم و گفته که این به طور خیلی خیلی پابلیک و عمومی در رابطه با این موضوع داره صحبت میکنه میگه چه انکاونتری داشتن میگه که این در از رخ داد درست در بیرون آفیس آقای ترامپ در ترامپ تاور در اوایل دهه 90 وقتی که این خانم خانوم حدود 20 سال و خورده سنش بود و داشتش که همچنان یه به صورت خیلی موقتی داشت آقای اپسین رو دیت میکرد و میگه که سی اومده و با چند تا از این خانم ها که دوستای خانم ویلیامز هستن خواسته که نظرشون رو بپرسه و هر کدوم گفتن که در این رابطه زیاد اطلاعاتی ندارن یا اگر که گفته شده اطلاعاتشون فعلا هنوز فاش نشده گفتن که با آقای ترامپ و ابستین در سالهای 2006-2015 و همچنین 2018 چنین این اتفاقاتی رو شنیدن در موردش و اکسپرینس شده خانه ویلیامز گفته که ایشون و آقای ابستین داشتن با همدیگه راه بیرفتن در خیابون پنجم در نیویورک در سال 1993 وقتی که آقای ابستین میاد و این خانم میاره در ترامپ تاور که ملاقاتی داشته باشه برای اولین بار با آقای ترامپ میگه که آقای ترامپ میاد و با ایشون آشنا میشه و بعد مثل که چند ثانیه بعدش این اتفاقات رخ میده و خلاصه این خانم میگه که آقای ترامپ دست رازی کرده بهش ببینیم که حالا با اینکه تب انتخابات هست و آقای ترامپ داره سعی میکنه که در این کمپین انتخاباتی پیشی بگیره حالا این اتهامات به کجا خواهد رسید بله وایس پرزیدنت کمالا هریز و پرزیدنت سابق آقای براک اوباما با همدیگه همتراز شدن و در یک کمپین جوینت کمپین با همدیگه ظاهر شدن و یک رلی آنچنانی داشتن روز پنجشنبه در مقابل همه کسایی که میخوان رای بدن در ایالت جورجا باید بگیم که این یکی از جدیدترین کمپین هایی هستش که توسط آقای اوباما و این خانم داره رخ میده برای اینکه بتونن هرچی بیشتر این هیجان ووترها رو بالا ببرند و در این روزهای پایانی که ما داریم نزدیک میشیم به انتخابات آقای اوباما هم داره خیلی سخت خانم هریس رو دنبال میکنه و حمایت میکنه و گفتن که حتی امکان داره که اگر که یک سکند ترم برای آقای ترامپ باشه دارن سعی میکنن که تا هر اندازه که میتونن جلوگیری بکنن از این موضوع آقای براک اوباما و خانم هریس در کنار یکدیگر و از خانم هریس هم که بخوایم برای شما بگیم میگن که خانم هریس هم در یکی از مصاحبه‌های خودش حدود 24 دفعه اسم آقای ترامپ رو آورده اومدن در از شمردن و این هم یکی از نکات خیلی جالبیه که همه جا دارن ازش صحبت میکنن باز هم از تب انتخابات Elections 2024 برای شما خبر داریم و اون هم اینه که میدونید که Early Voting در بعضی از ایالات آغاز شده که زودتر از موعد میتونن برن و رای بدن در تگزاس در تاریخ 21 اکتبر آغاز شد و حالا یک سری شایعاتی شروع شده و میگن که در این ایالت بر روی این بلت مشین ها در ترنت کاونتی اومدن و تعویز ووت دارن میکنن یعنی رای ها رو دارن یه جوری توش تقلب میکنن و تعویز میکنن اونم در کاونتی هایی که خیلی خیلی پر جمعیت هستن و دارن بهش بگن سویچنگ ووتز اما کسایی که مقامات رسمی الکشن و انتخابات هستن اومدن و تمام این اتهامات رو رد کردن گفتن که اگر این اتفاقی افتاده اینا it is called human error یعنی اشتباهاتی بوده که توسط انسانها ها رخ داده و اصلا ربطی به این نداره که کسی عمدی خواسته باشه تعویز رای کرده باشه دارن همه اینا رو کامل میشمرن تصحیح میکنن کانفرم میکنن اصلا این ماشین ها هیچ کدوم نمیتونن دست به چنین کارهایی بزنن و تعویز ووت بدن بر حال همطور که میبینید تب لکشنز داره داختر میشه و شایعات بیشتر ما رو پی میگیریم و از آقای ایلان ماسک من بهش میگم ایلان جان که هفته پیش براتون خیلی صحبت کردم که گفته بودن که آقای ایلان ماسک اومده گفته که من یک میلیون دلار رندوملی میپردازم به اشخاصی که بیان و رجیستر بکنن ثبت نام بکنن که رای بدن و خصوصا برای اینکه بیان چند تا از این پتیشن ها رو در از بهش رای بدن حالا ایشون داره دوچار یه سری مشکلات میشه مشکلات قانونی چرا که جاستس دپارتمنت اومده اختاریه صادر کرده به آقای ایلان ماسک و به امریکا پک در همین روزهای اخیر که این موضوع داره چاپ میشه همه جا گفتن که شما اگر که بخواین یک چنین کاری بکنید دارید در اصل غیر قانونی رفتار میکنید بهش میگه که it may violate فدرال لا قوانین فدرال رو شما دارید یک جورایی پایمال میکنید و این هم صحبت هایی هستش که به سی رسیده آقای ماسک همینطور که میدونید خیلی داره طرفتاری میکنه از آقای فورمر پریزیدنت ترامپ و میلیون ها دلار داره در از خرج میکنه برای که سپورت بکنه حمایت بکنه از کندیدسی آقای پریزیدنت ترامپ و این یک میلیون دلار که به صورت غیر یک نواخت رندملی بهش میگن خیلی سر و صدا داره به پا میکنه میدونید که اول آقای ماسک اومده بوده وعده داده بوده که یه سری جایزه هایی میده به کسایی که ثبت نام بکنن برای رای دادن و این هم خودش جنجال آفرین شد و به حال ببینیم که این دیپارتمنت اف جاستیس میاد دنبال آقای ایلان ماسک و آیا ایشون میتونه صرف نظر بکنه از چنین وعده هایی دادن یا نه به حال آقای ایلان ماسک میدونید که خیلی خیلی این روزها جنجالیه و بعد از خریدن توییتر و نام اکس رو روی اون گذاشتن میگن که داره این پلتفرم رو به صورت انتخاباتی اظهارات خودش ازش داره استفاده میکنه این هم از آقای ایلان ماسک خب میریم و سری میزنیم به یک خبر هنری کاملا متفاوت و خیلی خیلی جالب میریم و نگاه میکنیم به خانم بریتنی سپیرز معروف بریتنی سپیرز اومده عکسهایی از خودش منتشر کرده خیلی جالبه باید بهتون بگم که بتونید که بریدنی سپیرز یه مقدار حالت دیوانگی داره دیگه بعضی وقتا و حرکاتی که انجام میده خصوصا روی اینستاگرامش یه کمی دیفرنته به حال اومده گفته که این خانم دوباره ازدواج کرده حد بزنید که این دفعه با کی ازدواج کرده Uh, و لباس در اصل عروسی هم برتن کرده و اون uh, تور قشنگ عروسی هم رو سرش گذاشته گفته که she's married again اما this time to herself گفته این بار با خودم ازدواج کردم بریتنی سپیرز دو ساله این لباس عروسی رو تنش کرده میدونید که بعد از طلاقی که از آقای سمعسقری گرفته این موضوع داره رخ میده و این خبر رو با میلیون uh, ها باید بگیم 41 میلیون فالوور داره خانم بریتنی سپیرز بر روی اینستاگرام اکانت خودش روز یک شنبه 20 اکتبر اومده از خودش این رو پخش کرده و در حال رقص و در لباس عروسی و uh, گفته که uh, اینم ممکنه برای خیلی و به نظرشون خیلی عجیب غریب بیاد میگه که The day I married myself, bringing it back because it might seem embarrassing or stupid but I think it's the most brilliant thing I've ever done گفته که این کاری که من کردم به نظر خیلی ها ممکنه خیلی احمقانه و دیگه خجالت آور به نظر بیاد ولی بهترین کاریه که من میتونستم انجام بدم خب میریم و برای شما یک خبر ورزشی داریم در پانورامای هفته پیش برای شما گفتم که بدونید که ورلد سریز شروع شده و لس آنجلس الان میشه برای باید بگیم که داجر استادیوم پر از جمعیت حالا روز جمعه که این مسابقات در اسطاره شروع میشه و شروع شده اگر برنامه رو میبینید خانم کرن بس شهردار لس آنجلس اومده به همه یک ادوایسی داده یک اختاریایی داده گفته که خواهش بکنم و خاطر اینکه این مسابقات شروع میشن و ساعت پنج بعد از ظهر هستن در روزهای مختلف خصوصا جمعه و غیره خواهش میکنم اگر که اون اطراف هستین بیزنس هاتون رو زودتر ببندین برین منازلتون به خاطر اینکه انقدر ترافیک زیاد خواهد شد که مردم نمیتونن برسن به مسابقه گفته که خواهش میکنم این رو در نظر داشته باشید که کسی باتل نک نشه و مخصوصا در ناحیه داونتاون میدونید که پنج بعد از ظهر روز جمعه گیم اول ورلد سیریز بین یانکیز و داجرز در لس انجلس استادیوم هستش و در از هده سیم تایم همینطور لیکرز تپاف آف در کریپتو هستش در کریپتو دات کام ارینا و اینا همه مسابقات خیلی مهمی هستش در نواحی های مختلف مثل ایست الی سوفای استادیوم و کنسرت های مختلفی که داره رخ میده گفتن که از شما خواهش بکنیم حتی المقدور اگه میتونید از این نواحی ها دوری بکنید که ترافیک بدتر از اینی که آردی در لس آنجلس هست نشه ببینیم که بالاخره چه کسی برنده خواهد شد الی یا ینکیز ما رو پی میگیریم امیدوارم که تا این لحظه مورد پسند و قبولتون قرار گرفته باشه فکر می کنم که نوبت میرسه به یکی از خبرهای باید بگیم در رابطه با اتومبیل ها از نماد تازه فراری میخوام برای شما صحبت بکنم بله صنعت در از اتومبیل این هفته در جهان خودرو رونمایی از سوپرکار جدید فراری صحبت شده شاسی بلند الکتریکی الکتریکی که با الهام از مدل کلاسیک دهه 60 میلادی طراحی شده معرفی نسل جدید لوکسترین مدل هستش و رقیب فرانسوی پورش که با الهام از منظره یک رشته یک کوه طراحی شده فراری میگه که این مدل جدیدش یک فصل تازه ای هستش در تاریخ کارخانه و نهایت توانایی مهندسی این خودروساز ایتالیایی رو به نمایش خواهد گذاشت این ماشین که نامش FAT هست هفته گذشته در محل کارخانه فراری در ایتالیا ازش رونمایی شده و میدونید که مدل خیلی زیادی داره بهش بگن پنجگانه یا بگ 5 اسمش هست FAT عضو جدید گروه محصولات فراریه که هر کدومشون در یک دوره در از نماد این کارخانه بزرگ فراری بودن طرفداران فراری تا حالا تونستن این گروه بیگ فایو رو یا پنج ماشین برتر کارخانه رو بهش از جمله شامل مدل های 288 تولید سال 1984

FAT هایبرید هست با ترکیب یک موتور 6 سیلندر و سه موتور الکتریکی ساخته شده 1200 اسب بخار قدرت داره موتور بنزینی بر اساس موتور ماشینی ساخته شده که در اصل باید بگیم که فراری با اون سال گذشته در مسابقات 24 ساعته لومن برنده شده بود موتورهای الکتریکی هم ساخت فراری و بخشی از فناوری هستش که قرار سال آینده در اولین مدل کاملا الکتریکی این کارخانه ساخته بشه ببینیم که فراری برای ما چه مدل های رو به بازار خواهد آورد <applause> خب این روزها داریم میشنویم خیلی زیاد در رابطه با مکدونالدز به غیر از خبرهای جنجالی آقای دونالد ترامپ که رفت در مکدونالدز و فرنچ فرایز سرف کرد و خیلی پرسیدن که خب الان چرا داره این کارو میکنه چرا که او داشت رقابت میکرد گویا با خانم کمالا هریس که گفته بوده که در زمانی که دانشجو بوده ایشون یه مدت کوتاهی رفته بوده در مکدونالدز اصلا کارمند بوده و کار میکرده اما آقای ترامپ اومده گفته که کمالا هریس اصلا رو دروغ گفته. و اصلا ایشون اونجا کار نکرده. به حال آقای ترامپ میدونید که جنجالی شد و فرنچ فرایز سرو کرد و غیره اما الان خبر جدیدی که اومده اینه که یک آوت بریکی هست که یک سری در از مسمومیتی به بار آورده بهش میگن ایکولای به خاطر اون کوارتر پاوندرهای های دونالد و بنابراین برگر کینگ و یام برندز یام برندز یک سری در اصل مالتی نشنال سری رستوران هایی هستند که اینا حالا همه اومدن این در اصل پیازهای خیلی تازه‌ای که ازش استفاده میکردند رو از رو های خودشون از رو همبرگرها و غذای مختلفشون برداشتن محض احتیاط که ایکولای سپرد نکنه و یام در از اومده به در کنتاکی فرای چیکن، پیتزا هات تاکو بایل و همه اینها گفته که خواهش بکنم خیلی خیلی out of abundance of خیلی خیلی احتیاط بکنید و محتاطانه هر گونه آیتم و اینگریدینتی که فکر میکنید که باعث میشه که ایکولای رخ بده در مسمومیت و غیره رو ازش دوری بکنید برگرکین گفته که پنج درصد لوکیشناش که از این نوع در از پیازها استفاده میکردن در تیلر فارمز و غیره همه اومدن ریختن اینا رو دور امیدواریم که هرچه زودتر این ایکولای هم گذاشته بشه به دور کارگران بوینگ با رد افزایش دستمزد 35 درصدی همچنان دارن اعتصاب رو ادامه میدن کارگران بوئینگ در منطقه سیاتل با قاطعیت اومدن آخرین پیشنهاد قرارداد این شرکت رو رد کردن و اعتصاب نزدیک به 6 هفته ای رو تمدید کردند که میدونید میتونه با خودش مشکلات زیادی رو به بار بیاره چرا که ما داریم نزدیک میشیم به فصل تعطیلات بعد از آخر این ماه که هالوین رو پشت سر میگذاریم و در ضمن میدونید که به زودی ساعت ها هم در بسیاری از ایالات تغییر خواهد کرد یادتون نره که ساعت رو باید عقب بکشید و بعد از اون میریم به سمت تنگسگیوینگ و کریسمس و نیویر حال مشکل بسیار بزرگی خواهد بود گفتن که آخرین پیشنهاد بوینگ شامل افزایش 35 درصدی دستمزدها بوده اما برنامه بازنشستگی مورد نظر بسیاری از کارمندان بازگردانده شده رویترز اومده گزارش شده گفته که این اقدام ضربه ای به طرحهای مدیرعامل جدید بوینگ برای بهبود وضعیت مالی این شرکت محسوب میشه اعتصاب پس از مخالفت 64 درصد از کارکنان بوئینگ با پیشنهاد قرارداد جدید این شرکت برای افزایش 40 درصدی دستمزدها در طی چهار سال تمدید شده بود در حال حاضر و بنابر اعلام بوئینگ کارگران مکانیک سالانه به طور متوسط نزدیک به 78 76 هزار دلار درآمد دارند اما اونا خواستار افزایش 40 درصدی دستمزدها طی سه ساله آینده هستند ببینیم که به کجا خواهد رسید و اما یک خبر کاملا متفاوت برای شما دارم والمارت رو که میشناسید یک چینه باید بگیم فروشگاه خیلی بزرگی هستش که هم فروشگاهی هستش که غذایی هست و کلی لباس و هر چی که فکر بکنید در اونجا به فروش میرسه اما یک اتفاق خیلی ناگواری افتاده در یکی از والمارت های کانادا گفتن که یکی از کارمندان والمارت در کوره یا آون اونجا کشته شده و این خیلی خیلی دردناکه یک دختر خانم جوان 19 ساله که در هلیفکس کانادا در این مغازه داشته کار میکرده گویا یک بیکری آون هستش و به صورت واکین هست یعنی انقدر بزرگی که شما میتونید داخلش برید ایشون متاسفانه اون تو در گذشته. حالا این داستان هم خیلی جنجالیه ایشون و مادرش گفته میشه که هر دو در اون والمارت بودن و تحقیقات بسیار زیادی داره به عمل میاد که اصلا چطور چنین اتفاقی رخ داده و میرسیم به لحظات پایانی برنامه با این هفته و نگاهی میکنیم این دفعه به بریتانیا و آقای کینگ چارلز میدونید که کینگ چارلز متاسفانه دوچاره سرطان هستش و یکی از نزدیکان او در اصل باید بگیم که فرزند خانومش اومده گفته که It's a very worrying thing گفته که کنسر و حالت سلامتی آقای کینگ چارلز خیلی خیلی نگران کننده است کینگ چارلز درست داره سعی میکنه که خیلی قوی باشه و مقابله بکنه با این بیماری که خیلی خیلی دردناک هستش به گفته پسر خانومش تام پارکر بولز میدونید که پسر کوین کامیلا اومده با پی صحبت کرده و گفته که آقای کینگ چارلز که ماه آینده 76 ساله خواهد شد داره هر آنچه که میتونه انجام بده که این تریتمنت هاش رو بتونه پشت سر بگذاره و بره به تور استرالیا و همطور که میدونید در ساموا و گفته که این خیلی خیلی بیماری دردناکی هستش وقتی که یک کسی که نزدیک شما هست دوچارش هست حالا در هر کپستی که باشه حتی از آغازش تا حتی گسترده ترم که بشه باعث نگرانی هستش گفته که ولی مادر من یعنی خانم بوز خیلی خیلی زنه قوی هستش و تا اونجا که میتونه هر روز در کنار کینگ چارلز هست و به ایشون رسیدگی میکنه گفته که خیلی خوشحالم از این موضوع و خیلی مهم هستش که وقتی کسی دوچار چنین بیماری میشه یک شخصی که کنارش باشه و ازش حمایت بکنه رو بتونه هر روز باهاش داشته باشه میگه که doing whatever پسر خونده ایشون گفته گفته که تمام ادوایس دکترها رو داره بهشون میپردازه گوش میده و گوش شیطون کر به زودی میتونه که این موضوع رو پشت سر بگذاره اتفاقات خیلی زیادی افتاده وقتی که ایشون در استرالیا بوده و حتما این خبرهای جنجالی رو هم برای شما خواهیم داشت خب رسیدیم به قسمت پایانی برنامه پانورامای این هفته امیدوارم که مورد پسند یکایی که شما قرار گرفته باشه آنهی تا خلطبری هستم و تا پانورامای بعدی خدا نگهدار. <applause>